گفتگو می‌کنیم با آقای دالغا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار و کارشناس انرژی از باکو در جمهوری آذربایجان. آقای خاتین‌اوغلو، در بهمن ماه گذشته بود اگر اشتباه نکنم، جمهوری اسلامی ادعا کرد که 10 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین خودش اضافه کرده و همزمان اعلام کرد که تفاهم‌نامه تعمیرات پالایشگاه ونزوئلا را امضا کرده. با چنین توان و نیرویی به ما بگید که چرا الان اعلام میشه که با ساخت پتروپالایشگاه نمیشه پاسخگوی تقاضای داخل بود؟ بله، عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. در واقع بخش عمده ای از ادعاهایی که مقامات ایران کردن در واقع پروپاگاندا و تبلیغات بوده. آنچه که در ونزوئلا انجام دادن 3 سال پیش تعمیر 2 پالایشگاه بود که هر 2 پالایشگاه یکی بعد از 14 روز و دیگری بعد از 1.5 ماه از کار افتاد و چندین بار این رو دوباره تعمیر کردند با تجهیزات چینی. اما در مورد ایران بیشتر از 2 سال هست که آخرین پالایشگاهی که ایران ساخته با تکنولوژی که بخشی از اون رو هم از چین وارد کرده، از آن زمان، یعنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، از آن زمان به بعد ایران نتونسته به ظرفیت پالایشگاهی خودش اضافه کنه. مثلا ما وقتی به سال گذشته نگاه میکنیم، بیش از 1 میلیون خودروی ساخت داخل با راندمان پایین رو وارد بازار کردن، در حالی که تولید بنزین ایران افزایش چندانی نداشته و ناترازی به وجود آمده. در واقع ایران هر سال حدود 1.6 میلیارد تا 1.8 میلیارد لیتر ذخایر استراتژیک بنزین داره که برای 14 تا 20 روز بتونه حتی بدون تولید بنزین بل. یعنی اگه پالایشگاه ها مورد هدف قرار بگیره اینا بل. بتونه مصرف داخلی رو کنترل بکنه، اما ما میبینیم که 1/3 اون رو طی 10 ماه ابتدایی سال وارد بازار کرد. آقای خاتین‌اوغلو، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه برخی حامیان دولت رئیسی پیشنهاد دادن برای کاهش مصرف این روزها دولت باید قیمت بنزین رو افزایش بده. آیا به نظر شما حکومت ایران بدون آشتی با جهان، موضوعی که برخی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنن، میتونه بحران تولید نفت و بنزین خودش رو کاهش بده یا نه؟ غیر ممکن هست. مثلا ما وقتی به پالایشگاه‌ها نگاه می‌کنیم، 30% از نفتی که دریافت می‌کنن رو به خاطر اینکه تجهیزاتشون کهنه هست، تبدیل به مازوت و گیر می‌کنن، در حالی که در مثلا امارات 5% نفت به مازوت تبدیل میشه. بقیه رو به بنزین تبدیل میکنن، به گازوئیل تبدیل میکنن. یعنی اینها تکنولوژی نیست که خود ایران داشته باشه. تولید ساخت پالایشگاه جدید نیاز به سرمایه گذاری و تکنولوژی غربی هست و بدون آن غیر ممکن هست که وضعیت بنزین ایران بهتر بشه. یه نکته هم خیلی کوتاه بگم که فقط 30% از تولید بنزین ایران، یعنی بنزینی که پالایشگاه های ایران تولید میکنن، استاندارد هست. بقیه قاطی میشه با محصولات پتروشیمی و مواد آروماتیک و غیر استاندارد و فاقد استانداردهای یورو است.